سلام دوستان، چطورید؟ دفعه قبل درباره کدام نقاش یاد گرفتیم آقای ویل شاوکی بود. او در ابتدا طبیعت را نقاشی میکرد و سپس با استفاده از تخیلاتش آن را به شکل حیوانات در میآورد. خیلی جالب نیست؟ امروز ما با هنرمند دیگری آشنا میشویم. اسم این خانم هست گزبیا سایری. ایشان روش‌های متفاوت را برای نشان دادن افراد به کار میگیرد. بی اندازه منتظر هستم تا ببینم چه اثرهای هنری قرار است ببینیم. پس بیایم خیلی سریع برویم سراغ آثار هنری گزبیا سایری. گزبیا سایری یک نقاش و هنرمند مصری هست. اینجا چطور جایی است؟ با نگاه کردن به لباس فرم های دانش آموزان و معلمان به نظرم یک کلاس درس است. آن دانش آموز با گلهایی که در دست دارد درباره چه چیزی با معلمی که در سمت راستش است گپ میزنه؟ آیا معلم قصد داره تکالیفش رو چک کنه؟ لبخند روی چهره معلم مرا خوشحال میکنه. این یکی یک نقاشی از یک خانواده است. آن دو کودک درباره چه چیزی دارن صحبت میکنن؟ به نظر میرسه آنها خیلی علاقه‌مند باشن. یک مادر در عقب‌تر یک بچه کوچک در بغل داره و بچه بزرگتر یک پرنده در دستش نگه داشته است. به نظر نمیرسه که کودک و پرنده دارن با هم گپ میزنن؟ واو، این قسمت با شکوه به نظر میرسه. این که نقاشی با قسمت های زیادی تقسیم شده است بسیار زیبا به نظر میرسد. میتوانید حدس بزنید اینجا کجاست؟ به این قسمت با دقت نگاه کنید. بله، یک قایق است که روی اقیانوس شناور است. در آن عقبتر انعکاس تصویر آن قسمت های کوچک که نمایانگر خانه هایی هستند بر روی آب بسیار زیبا به نظر میرسند. این قطعه کاملا متفاوت از مورد قبلی به نظر میرسه. این تصویر پر از رنگ های صورتی روشن، زرد و سبز قلب مرا روشن میکند. او اشکال بزرگ و ساده را شبیه یک دایره مثلث مستطیل کشیده است و بعد مردمانی را داخل آنها کشیده. او مردم را به شکلی ساده به تصویر کشیده است، اما جالب به نظر می آید. موافقید که چیزی را بکشیم که احساس مشابه نسبت به این تصویر بده؟ پس بیایید شروع کنیم. ما 5 زن را روی یک صندلی که درست در وسط اثر هنری است میکشیم. فعلا حالتها را به دست میاریم. پس یک نگاه بیاندازیم. همان درختی را که نقاش کشیده است میکشیم و اینجا یک چراغ روشنایی خیابان میکشیم. Thank you.
حالا با جزئیات بیشتر نقاشی خواهیم کشید. Thank you.
حالا قصد داریم که آن را تاریک‌تر بکشیم. شما مجبور نیستید که از خودکار استفاده کنید.
ما با استفاده از روش نقاش آن را نقاشی کردم. این با روشی که ما افراد را میکشیدیم خیلی متفاوت است. اینطور نیست؟ از حالا به بعد میتوانید از رنگ هایی که میخواهید آزادانه استفاده کنید. صفحه نمایش را برای یک لحظه متوقف کنید. در حالی که دارید به این اثر هنری نگاه میکنید، آزادانه از تصورات خودتان برای تکمیل نقاشیتان استفاده کنید. من نقاشی خودم را به این شکل تمام کردم. نقاش به این صورت نقاشی نکرده، اما من تصمیم گرفتم که ماه و آسمان شب را بکشم. شما چطور نقاشی کردید؟ کلاس امروز چطور بود؟ ما عمدن چشم اندازها و مردم رو طوری نقاشی کشیدیم انگار که خیلی خوب نمیتوانیم نقاشی کنیم. خیلی از هنرمندان طوری نقاشی میکنن انگار که خیلی در نقاشی کشیدن خوب نیستن. بنابراین ما امیدوارم که شما برای یک نقاشی خوب کشیدن خیلی خودتان را تحت فشار احساس نکنید. بسیار خوب، از اینکه با شما بودم بسیار خوش گذشت. دفعه بعد میبینمتان. خدا نگهدار.